سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی طبعا ویژه تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. یک سال تمام میلادی گذشت و در آستان لحظات 2022 میلادی هستیم. قبل از آغاز برنامه، قبل از اعلام حتی تقویم برنامه، مایلم که از محضر یکایک شما همیهنان عزیزم اعلام امتنان کنم، چرا که پیام‌های پرمهر بیشمارتان در تمام طول سال گذشته میلادی به تلویزیون و همینطور پاسخ‌های عزیزانه مدیریت تلویزیون ایران فردا در یک سو، و اما مهمتر از همه پیام‌های بیشمار و کم نظیرتان در شهر شبکه‌ها، در توییتر، در اینستاگرام و همینطور در کلاب هاوس که اخیراً به این خانه بزرگ وابسته ایم، همه ما بی نهایت این جانب رو نسبت به قدردانی هماره ملزم می کند و معذف می نماید. سپاسی بیکران اعلام می کنم از محضر شما مخاطبان عزیز که در واقع سرمایه های اصلی رسانه ها در همه پلتفرم ها هستید، چه تلویزیون، چه رادیو و یا چه سایر رسانه هایی که به هر روی به آن می پیوندید در شهر شبکه ها. جا داشت این تشکر و آیین قدردانی رو از شما مخاطبان هماره همراه من اعلام نمایم که این روزها بیشتر بنده حقیر رو رهین منت مهر خیش می نمایید. آرزومندم که در سال 2022 میلادی سالی سرشار از سلامتی و مملو از اعتلا و سربلندی و سرفرازی برای تمامی پهنه عالم و همه جهان، خاصه همیهنان عزیز ما ایران در ایران زمین باشد. و باز در گذار روزگار با یک جمعه دیگر مهمان خانه های شما هستم، در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر. برنامه امشب جمعه 10 دی ماه ایرانی برابر با 31 دسامبر 2021 میلادی رو با هم مرور می کنیم با چند گزیده گزارش و البته یک گذر و نگاهی بسیار کوتاه به همه رویدادهایی که در سال 2021 در جای جای جهان گذشت. خیلی کوتاه البته به اون اشاره می کنم. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید، کماکان مقوله 9 دی ماه که یک روز مناسبت حکومتی بوده در سرکوب جنبش سبز ایرانی، جنبش اعتراضی به تقلب سازمان یافته انتخابات، ما شاهد برنامه‌های بیشماری از سوی رسانه‌ها و همینطور از سوی مردان جمهوری اسلامی هستیم که مستنداتی می‌سازن. تو خبرگزاری فارس دیدم مجدداً باز یک مستندی ساخته شده بود به عنوان روایتی از یک گناه نابخشودنی، مجدداً نقش نهادهای غربی رو در اعتراضات انتخاباتی سال 88 برجسته می کرد و به نیروهای موسوم به اصلاح طلبان، به کسانی که محصور هستن هم می تاخت. گوشه از این گزارش مستند خبرگزاری فارس رو می بینیم که گویا بعد از حدوداً 12 سال پایان اون ماجرا، گویا اینگونه دامن می زنند که کماکان مسائل مردم ایران مسائل انتخاباتی سال 88 هست. و نکته بسیار جالب آن که خود زدند و سرکوب کردند و گور دست جمعی کشف شد، کمپ کهریزک ایجاد شده و الان مدعی هم شدن. بخش از این گزارش رو میبینیم که خبرگزاری فارس در آستانه روز 9 دی ماه که دیروز بوده و مناسبت و مراسم حکومتی زیادی برگزار شده پخش کردن. انتخابات 9 دوره ریاست جمهوری ایران را میتوان یکی از پرتلاطم‌ترین رخدادهای بعد از انقلاب تلقی کرد. انتخاباتی که با آشوب‌های خیابانی و با طراحی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز
و با بصیرت مردم به پایان رسید. خب گوشه ای از گزارش راهپیمایی سالگرد نهم دی رو میبینید که همواره هواداران حکومت با شرکت در چنین مراسم سازمان یافته حکومتی مخالفان و منتقدان رو به سرکوب بیشتر تهدید میکنند که این بار نیز چنین شد. حامیان حکومت جمهوری اسلامی دیروز پنجشنبه نهم دی ماه در 12th سال تجمع خود علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تهران و برخی شهرهای دیگر دست به راهپیمایی زدند. این مراسم عموماً با سخنرانی‌های علیه اعتراضات سال 88 همراه بوده و شورای هماهنگی سازمان تبلیغات با همکاری سپاه اقدام به برگزاری تجمعاتی به حضور افراد هوادار خود کردند. آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس ایران از جمله سخنرانان راهپیمایی حکومتی نهدی بود که تأکید می‌کرد هواداران جنبش سبز همچنان باید سرکوب شوند و نباید احساس مسئولیت داشته باشم. او که در اهواز سخنرانی کرد، میرحسین موسوی و کروبی کاندیداهای محصور و معترض انتخابات سال 88 و همینطور محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رو متهم میکرد که توسط سرویس‌های جاسوسی دشمن مدیریت می‌شدند. کریمی قدوسی حتی گفت که کاری که ناجا، منظور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و سپاه باید انجام دهند، باید کاری مناسب این باشد. حلقه وصل این فتنه شناخته شود، این فتنه سرکوب شود و کسی نباید احساس مسئولیت کند. نکته جالب توجه هم مستندات ساخته شده در تلویزیون ایران و هم در صدا و سیما و هم اظهارات آقای قدوسی همه با همه به نحوی از آنها کماکان زدن آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده. خیلی جالب بود، من در گزارشی که خبرگزاری فارس از صدا و سیما ایران پخش کرده بود حتی آخرین بند و گزاره تصویری خودشون رو به هاشمی رفسنجانی اختصاص دادن، فقط هاشمی رفسنجانی گفتن، نه حجت الاسلام به کار بردن نه آیت الله گفتن و این خط تخاصم رهبری ایران با هاشمی رفسنجانی کماکان حفظ و موجود است. این گوشه رو خیلی کوتاه ببینیم مدل زبان زهراگین علیه هاشمی رو که به چه سمت می رود. اصلا توصیت به هوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر از حکم کردن بریم رفت خیابونا. برنده قطعی با نسبت به آرای بسیار زیاد این جانبه. اما در ادامه آشوب‌های خیابانی، برخی خواص نیز بر آتش فتنه ایجاد شده بیش از پیش دمیدند. نمونه بارز این اتفاق، نامه بدون سلام هاشمی رفسنجانی بود که در بخشی از آن می‌نویسد: با این همه بر فرض اینکه این جانب صبورانه به مشی گذشته ادامه دهم، بیشک بخشی از مردم و احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این بر نمی‌تابند. خب در بررسی آیین حکومتی نهم دی ماه به گوشه دیگری از یک گزارش حکومتی توجه کردیم که در ذکر وقایع و رویدادهای آن روز هاشمی رفسنجانی رو با نام خالی بدون هیچ گونه عنوان احترام‌آمیزی مثل حجت الاسلام یا آیت الله به کار برده بودند و این نشان از اون خط خصم بین ارکان اصلی جمهوری اسلامی با برخی از منتقدان خودشون هستش که خب به هر روی نهایتاً هاشمی رفسنجانی رو در استخری که به شنا مشغول بود غرق کردن و جالب اینجا بود که دیگر منتقدان و یا رؤسای جمهور ناهمسو با خویش رو با پلاکارد و تابلوهایی صریحا میگفتند که استخر فرح فرجام شماست. مثلا حتی با آقای روحانی میگفتن در عرصه لغو تحریم ها هم به اصطلاح مکاتباتی بین دو طرف انجام گرفت و پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز به اصطلاح آغازین دور هشتم صورت گرفت. امیدواریم که بعد از این که به اصطلاح همکاران به اصطلاح غربی و دیگران که برای تعطیلات سال نو میلادی کشورهاشون سفر میکنن، بعد از بازگشت اونها امیدواریم که انشالله
در واقع کار جدیتر در موضوع لغو تحریم ها توسط طرف های مختلف مورد پیگیری قرار می‌گیرد. آقای باقری روی هم رفته مثبت بود روزهای اخیر مذاکرات شما؟ خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با جهان رویداد هسته‌ای که بسیار خبرهای تازه تر به گوش می‌رسد، گویی یا کارهایی داره صورت می‌گیره به سمت حل تفاهم برجامی، هرچند هوا کردن موشک سیمرغ مجدد ستیزی تازه ایجاد کرد. تا جایی که خبرگزاری فارس رو می‌دیدم در گزارشی که تصاویرش رو هم منتشر کرد، مدعی شد که از این موشک‌های ماهواره‌بر فقط 10 کشور در دنیا دارن. گوشه ای از این گزارش رو هم می‌بینیم. تواند چند محموله تحقیقاتی را به طور همزمان هم کند که این از ویژگی های منحصر به فرد ماهواره بر سیمرغ است. در دنیا فقط 10 کشور دارای ماهواره بر هستند که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است. گوشه از گزارش خبرگزاری نظامیان سپاه پاسداران رو می‌دیدیم که علارغم در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای موسوم دور هشتم برای احیای برجام، با پرتاب این موشک هوا به این موشک به تعبیری ماهواره بر موجب انتقاد مقامات امریکایی شده، تا جایی که مقامات امریکایی صریحاً گفتن که پرتاب موشک فضایی ایران مغایر قطعنامه 2231 سازمان ملل هستش. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پرتاب فضایی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که این به برنامه موشکی حکومت روحانیون کمک میکند. این سخنگو که البته نامش فاش نشد، اشاره میکرد که امریکا در عین حال خواهان دیپلماسی برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 94 موسوم به برجام است. ایشان اشاره کرد امریکا همچنان نگران توسعه ابزارهای پرتابی ایران است که نگرانی مهمی در زمینه اشاعه ایجاد میکند. و گفت ابزارهای پرتاب فضایی از تکنولوژی های بهره میبرند که مشابه و قابل تبدیل به فناوری هایی است که در موشک های بالستیک از جمله سیستم های دوربرد کاربرد دارند. او تاکید کرد پرتاب های فضایی ایران در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستش. البته من شخصا در خیلی از برنامه هم اشاره کردم خیلی یعنی به درست بودن و راستی آزمایی کارکرد این تکنولوژی های ادعا شده از سوی مردان جمهوری اسلامی باوری ندارم، و جالب اینجاست که نه حالا من شخصا به عنوان یک روزنامه‌نگار یا یک شهروند این رو بنابر یک سری نشانه ها بیان میکنم، اتفاقا باور جمعی در افکار عمومی ایران هم خیلی ضعیف است و بیشین شهروندان ایرانی با نگاهی تشکیک‌آمیز به این قابلیت، به این باور، به این بالندگی تکنولوژی نظامی هسته‌ای سپاه نگاه میکنند. و حتی من میدیدم که بعد از تایید مقامات وزارت دفاع مبنی بر اینکه موفقیت آمیز بوده، کماکان به صحت این ماجرا تردیدهایی اعلام شده بود و خلاصه اون خط ناباوری عمومی در جامعه ایران نسبت به قابلیت‌ها و باروری فناوری تکنولوژی جمهوری اسلامی، کماکان اون عدم پذیرش جمعی به چشم می‌خورد. خیلی مایل بودم یک نگاه کوتاهی داشتم به 2021 و بحران‌هایی که در اون سال پیش اومد، شاید در وقت آخر برنامه اون رو اشاره کنم، اما همینک به یک رویداد نسبتاً خاص در وین یک نگاهی میاندازیم که گویی یا با بازی‌های دیپلماتیک سعی دارن اون اصل رابطه با ایالات متحده آمریکا رو برای مذاکره جمهوری اسلامی برجسته کنه، یعنی در واقع به نقش ضرورت مذاکره مستقیم با مقامات آمریکایی رسیدن. حتی این تیمی که به هر روی تیمی غیر مذاکراتی، تیمی غیر تعاملی است، اصولا تیم طیف جمارانی است، برآمده از تفکر احمدی نژادی و سعید جلیلی هاست، تفکر پایبندی به ارزش های دیپلماسی جهانی رو کمتر در اینها دیدیم. گویی یا خطیب‌زاده گفته که یک کار خیلی بزرگ کردن، که اتفاقا مایلم این رو هم اشاره کنم بعد به دیگر مطالب بپردازم. در سایت دیپلماسی ایرانی می‌دیدم که آقای جلال خوشچهره اشاره کرده بود که ساعاتی پیش از شروع دور هشتم مذاکرات برجامی در وین،
سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر از یک اتفاق بزرگ داد. یعنی آقای خطیب زاده گفت که تیم مذاکره کننده ایران در حال تبادل غیر رسمی و غیر مستقیم متون کتبی اما بدون سربر با آمریکا از طریق آقای آنریک مورا، یعنی نماینده اروپا در مذاکرات وین است. خب طبیعتاً یک نکته تازه بوده تا جایی که خود خطیب زاده گفته که تأکید کرد، یعنی این خبر بزرگی است که امروز، منظور دوشنبه ششم دی ماه بوده، در اختیار خبرنگاران میگذارم. که به نحوی از آنها بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که عبارت تبادل متون غیر رسمی که در ادبیات دیپلماتیک غیر متن خوانده می شود میان مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی یک پیشرفت رو به جلوست برای مذاکره. از این جهت که نهایتاً مردان مذاکره جمهوری اسلامی به این نکته رسیدن که یکی از راهکارهای برون رفته از بنبست موجود همانا مذاکره مستقیم با همون کدخدای دهکده، همون ارباب اصلی است، همون ایالات متحده امریکاست که همه اینها به دولت روحانی میتاختن که نباید چنین میگفت، چنین میشد. میبینیم که نهایتاً راهی جز این ندارند، چرا که مذاکره کنندگان میانجی مثل روس و چین قطعاً تأمین کننده منافع مردم ایران نخواهند بود، آن هم فرای این چهار کشور مذاکره کننده، یعنی توسط خود آمریکا مورا دارن این متون غیر متن رو در عرصه دیپلماتیک بدون سربر به امریکا میفرستن. یعنی یک کشور مشخصی میانجی نشده، هرچند نماینده اتحادیه اروپا میانجی میشه در این رابطه مشخص. اساس ناکارآمدی گفتمان غرب ستیزی 43 ساله جمهوری اسلامی است و اساسی تر پذیرفتن این موضوع که جز تعامل و همکاری با ایالات متحده امریکا امکان حل بحران رو نخواهند داشت. بحث هسته‌ای رو اینجا میبندم، وقتم بسیار محدوده، عملا تقریبا به پایان داره میرسه. اما همون گونه که وعده کرد، یه خبر اجتماعی بود دیروز پیش اومده بود که من متاسفانه وقت نکردم، خیلی کوتاه اشاره کرده بودم. بحث اتوبوس خوابی شهروندان تهرانی به علت گرانی مسکن بوده. امروز شهردار تهران یک موضعی گرفته، گفته که ما پول نمیگیریم، اینها تو اتوبوس میخوابن و گرمخانه داریم. در واقع دو مقام شهرداری تهران به انتشار گزارش ها درباره پدیده اتوبوس خوابی در میان افراد بی سرپناه پایتخت واکنش نشان دادن و آن رو حاوی جزئیاتی اغراق شده دانستند. آقای علیرضا زاکانی در واکنش به شب گذرانی افراد بی سرپناه در اتوبوس های خط تندرو گفت از آسیب دیدگان خواهش میکند به گرمخانه های شهرداری که در مناطق مختلف تهران دایر هست مراجعه کنند. شهردار تهران در این حال دریافت هزینه برای اتوبوس خوابی رو تکذیب کرد. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم، همون گونه که دیشب گفتم، هزینه یک شب BRT خوابی، یعنی اتوبوس های تندروی که مثلا از میدان آزادی تا فلکه 3 تهران پارس میآیند، خب حدودا یک ساعت راه هستش، 12 تا 25 هزار تومان هزینه میبرد که الان شهردار تهران گفت ما چون این پولی رو از BRT خوابان یا اتوبوس خوابان به تعبیری نمیگیریم. اصلا بیان این خبر اونقدر برای انسان دردناکه برای من که میبینیم در کشوری که بزرگترین ذخیره گازی جهان رو دارد، ملت آن کشور به چنین سختی معیشت و زندگی افتاده اند که دیگه ادبیاتی مثل کولبری، مثل سوختبری، مثل به هر روی اتوبوس خوابی، گور خوابی، پشت بام خوابی در کنار ادبیات ربایش و یغما سالاری مثل کوخاری حاکمان، آقازاده ها، دریاخاری و جنگل خاری ها شکل گرفته. یک شکاف و یک شقاق بسیار نامعنایی که میبینیم دو سوی حاکمیت و مردم رو در یک ضلع نامتوازن قرار میده و مدام این حفره ها بیشتر میشود. خب من همون گونه که اشاره کردم، اگر زمان رو یک نگاه کوتاه بیاندازم، و هر روی سال 2021 به پایان رسیده، چند تا موضوع بودی که بیشتر به چشم میامد. دیدم روزنامه همشهری اتفاقا چند تا موضوع رو برجسته کرده بود، البته خیلی موضوعاتی نبود که مسائل ایران رو پوشش بده، چرا که همون گونه که گفتم اصولا رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های آزادی نیستن و اصولا دغدغه‌های طبقه حاکم رو
انعکاس میدن. همین نمونه که الان دیدیم، 12 سال از موضوعی گذشت، یک موضوع داخلی، میبینیم تمام برنامه های صدا و سیما و خبرگزاری فارس و جوان و رسالت و کیهان شده روی 9 دی ما، اونم نه اصل خرداد ماه 88، اون هم نه کشته شدن شهروندان، 9 دی ما، چرا که با فرمان و فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک روزی برای سرکوب تعیین شده و اینها میگویند که اون روز بصیرت عمومی بوده. همه آفتاب آمد دلیل آفتاب، همه چی مشخصه که بی‌بصیرتان کی بوده اند، چرا که از کسی که حمایت کرد اون هم شاخ و شانه و مار در آستین برای آقای خامنه‌ای شده، خود محمود احمدی نژاد مد نظرمه، و ایشون کماکان میگوید که خواص بی‌بصیرت، منظور طبقه منتقد خود رو خواص بی‌بصیرت مینامد، در حالی که همه ملت ایران به درستی دریافتند که خامنه‌ای اون تتمع اعتباری هم که اگر داشت در سال 88 در اون خطبه خونی که منجر به قتل ندا آقا سلطان شده، اون تتمع اعتبارش هم شکست. از قضا خواص بی‌بصیرت شخص آقای خامنه‌ای بوده و میبینیم رسانه هاشون بدون توجه به دغدغه و مسائل و مشکلات مردم ایران تماکان به 9 دی میپردازن. من اینقدر روی این موضوع توقف کردم که نتونستم به چند رویداد 2021 مشخصا اشاره کنم. حمله به کنگره آمریکا مورد توجه روزنامه همشهری قرار گرفته بود، همینطور مردم علیه کودتای میانمار و بحرانهایی که اونجا پیش اومده بود. در سوی دیگر خود اعتراضات ضد نژادی در امریکا مورد توجه واقع شده بود که بعد از قتل جورج فلوید بوده که از این موضوع جمهوری اسلامی خیلی استفاده کرده بود. برکناری پایان کار آقای نتانیاهو هم متوجه بوده. مهمترین موضوع از منظر شخص خود من سقوط کابل بوده در منطقه، به هر صورت بازگشت مجدد طالبان بوده، خود انتخابات جمهوری اسلامی ایران انتخاب ابراهیم رئیسی بوده با پایین ترین میزان مشارکت، من چون وقتم پایان شده باید کامپیوترم ببندم، با پایین ترین میزان مشارکت انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ایرانی بوده که در زمره رویدادهای 2021 قرار می گرفت. انتخاباتی که بعد از انتخابات بسیار بیرونق مجلسیان در اسفند ماه تکرار شده در بیرونقی و آغاز گفتمان گذار از جمهوری اسلامی در واقع بین طبقات مختلف جامعه ایرانی بوده و دولتی ناکارآمد، دولتی که از سوی هسته های سخت قدرت به مثابه یک گماشته منصوب شده و در این مسیر ستیزی تازه زایید، تا جایی که شخصی چون علی لاریجانی هم می دیدیم که مثلا رد صلاحیت می شود. اتفاقا انتخابات ایران در سال 1400 بالاترین میزان تأثیرات رو در سطوح آتی خواهد گذاشت. حالا من به بحران‌های اعتراضی معلمان و کشاورزان اصفهانی نتونستم به این موضوع بپردازم، وقت نکردم، ولی از آنجایی که گفتمان نظام جمهوری اسلامی ظرفیت نوزایی ندارد، دست به یک دستی و یک پارچگی در ساختار نظام زده، انتخابات 1400 به عنوان یک انتخابات نامشروع و در واقع با پایین‌ترین میزان مشارکت شهروندان آغازی خواهد بود بر پایان جمهوری اسلامی ایران، امید است در سال 2022 میلادی. و با این مطلب وقت برنامه امشب من به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.